سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. برگشتیم با یک آموزش جدید دیگه، آموزش فریستایلری، حرکت کلیپر. کلیپر بریم که داشته باشیم با آقای آرموز، یکی از بهترین، خوش اخلاقترین، ماهترین، عشقترین مربی های پیشنبال در بخش فریستایل. بریم ببینیم که داشته باشیم. خب سلام، اول سلام بدم. بریم دوباره حرکت. خب واسه حرکت کلیپر سلام علی دیگه دادی. سلام علی، یا سلام. خب سلام خدمت همه دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که تو این ویدیو الان هستم. واسه حرکت کلیپر اول این بغل پا کلا باید رو زمین باشه، یعنی کلا بخوابه رو زمین. بعد پنجه پا رو حالا بعدن جمع میکنیم، بعد پای چپمون رو رد میکنیم اینجا، بعد حالا تو این قسمت پنجه پامون رو باید جمع کنیم. وقتی پنجه پا رو جمع کردیم، پا رو کم کم میاریم بالا، از اینجا زانو باید خم بشه یه ذره. نگاه کنید، پس اول اینجوری میاد، بعد پای چپ میاد این طرف، پنجه پامون رو اینجا جمع میکنیم که اون وسط گود بشه، بعد کم کم پامون رو میاریم بالا نزدیک پای چپمون میکنیم، اینجا هم از زانو پامون خم میشه. بعد تا جایی هم که میتونیم پامون رو بالا نگه داریم، یعنی اینجوری نباشه، اینجوری هم نباشه، جایی که میتونیم صاف باشه، صاف باشه. آره، پنجه پامون هم به سمت بالا باشه. بعد اینو میاریم بالا، فرمشه که یاد گرفتیم، حالا میره سراغ توپش. فرمش. پس الان تا الان ما یاد گرفتیم که فرم پا چجوری باشه، چون فرم پا خیلی مهمه. اگر بعد پا رو نگه داری توپه میفته، هیچ وقت توپ روی بغل پاد وا نمیسته. آره، خب بریم سراغ آره بریم سراغ مرحله بعد. مثلا فرمش رو یاد گرفتیم، ما این کار رو انجام دادیم، یه ذره تمرین میخواد. آره دیگه، چون اگر این کار نباشی ممکن مشت پاتون یه ذره صفر باشه، هی باید اینطوری اینطوری بکنی یواش یواش. آره. روز به روز نرم‌تر میشه و بیشتر میاد بالا، چون روز اول پا کلا همین جوری هست. خب حالا با تو بشه جوری، حالا ما پامون رو اینجا نگر میداریم، حالا این نواز زیاد دور با نزدیک باشه، نه زیاد دور باشه، دقیقا وسط نگر میداریم. حالا توپو که میندازیم اینجا، پامون رو میبریم زیرش، یه کوچولو پامون رو نگر داریم، یعنی توپو نگر داریم. یعنی اولش اگر وای نستاد خوب ایبی نداره، طبیعیه، یعنی مثلا ممکنه اینطوری بزنی توپو سری بیفته. آره، ولی سعی بکن که صدای ضربه توپو نشنوی، یعنی با توپ بیای پایین، یعنی صدا تق بده، یعنی خوب توپو نگرفتی. سعی کن ضربه توپو بگیری و با توپ بیای پایین، یه مقدار پای ضعیفت هم خم. آره، میشه کوچولو باش میشینی که باهاش بیای سرعتشو بگیری. آره، پس چی شد؟ توپو میندازی پایین، باهاش میای میگیری. نگاه کنید، موقع گرفتن هم نه زیاد بشینی نه زیاد هم نشینی. حالی که مثلا میپرسن چقدر تمرین بکنه اوکی بشه کلیپر؟ کلیپر راحته، فقط این فرم پایه بخواد خودش اوکی بشه خیلی طول میکشه. یعنی روزانه چقدر تمرین بکنه؟ مثلا یه پسری 12 13 سالشه میخواد، روزی نیم ساعت کافیه؟ روزی نیم ساعت. آره، که این فرمش کار آره بکنه. آره، که فرم آره پاش قشنگ صاف بشه، مثلا 10 دقیقه بدون تو فرمش کار. آره، بکنه. آره، بعد 10 دقیقه هم با آره، چون مگر خود حرکت کلیپر خیلی راحته، یعنی اگه این فرم و پاتون درست بشه خود حرکت کلیپر خیلی راحته. خیلی حرکت خفنیه کلیپر. آره، یکی از جزء بیسیک های حرکات بلوکینگه که با کلی حرکت شما میتونی ترکیب کنی، بعدا توی ست های فریستایلی استفاده بکنی. الان مثلا یه ترکیب اگه بخوای نشون بدی، آسون ترین ترکیبش مثلا اسلب کلیپر. مرسی، چقدر خوشگله ماما میا. مثلا میتونه بیاد پشت گردن تو. آره، از پشت گردن مثلا کلیپر. او مای گاد، حالا یه دونه کمبو سخت اگه بخوای بزنی که کرکو پرمه بریزه. اسلب آن دی ورد کلیپر. آره، اسمش درست گفتم؟ دقیقاً. خب آموزش اینم بدیم سریع. آره، پس اگر دوست دارین آموزش این حرکت رو هم ببینید، کامنت بذارید آرموس لطفاً آموزش آن دی ورد 360 چی بود اسمش؟ کلیپر. اسلب آن دی ورد کلیپر رو برام بذار. حالا اگه اینو شما اوکی شدید میری سراغ روپای. روپایش چه جوریه؟ روپایی که میزنید با پای چپ میندازید همین بغل زانوتون، نگاه کنید، میندازید اینجا. موقعی که میندازید اینجا، این پای چپ یه ذره، یعنی بدن، آره بدن تو یه ذره میچرخ کنید به سمت توپ، نگاه کنید، بعد میرید سراغ همون حرکت، یعنی دیگه با دست انجام نمیدید، با پا انجام میدید. توپو باید قشنگ بگیرید،
یعنی از بالا میگیرید باش میای پایین. یه صدم ثانیه به اجازه بده رو توپ روی بغل پاتون بخوره. یعنی اصلا ضربش قشنگ بعد اینجوری توپو میگیری باش میای پایین بلند میشی. نگاه کنید. روزی نیم ساعت تمرین کردن اوکی میشه ان شاء الله. پس تا آموزش بعد، ویدیو بعد. Give me some